این درباره چشمه صحبت کنیم. چشمه یک قانون مخصوص داره که انسان اگر در چشمه تیبلا بکنه، حتی اگر 40 ساعت 40 ساعت آب جمع نشده باشن، این تیبلا قبوله و انسان طهور شده. و ولی در مقوه وقتی 40 ساعت دستگاه با 40 ساعت هر سعی میشه تقریبا 8 لیتر و نیم تقریبا این بعد آب باشه تا این تبیلا قبول باشه. کمتر از 40 ساعت این تبیلا نیست. همینطور هم برای یه بود دیگه هم هست که در چشمه اگر آب روان باشه با وجود این انسان در این تبیلا بکنه این طوره، ولی مقوه تو نیست. مقوه بعدی آبش راکت باشه. اگر آب مقوه در حرکت باشه، یعنی مثلا یه سوراخی باشه که از این سوراخ آب درن بره بکنه، این مقوه پسوله. ولی در مقوه ها سعی میکنن که این مقوه کاملا از همه جهات مسدود باشه، سوراخ نداشته باشه، ترک نباشه که آب جاری نشه، که اگر از این آب جاری بشه اصلا مقوه نیست، این پسوله. البته اگر یک سوراخی باشه که خیلی ریز که بعد مدت اصلا این قابل توجه نیست، خب این چیز دیگه است، این نمیشه گفت که این پسوله. ولی خب سعی میکنه که یک کوچکترین سوراخ هم نباشه. برای اون مقوایی که در اینا لوله این موتور اینا میگیره آبش عوض میکنه و آب در جریان هست، این در اون موقع مقوه پسوله چون آب در جریان هست. اگر بنابراین اگر کسی میخواد در نتیلا بگیره، اگر چشمه باشه لازم نیست که 40 ساعت باشه، فقط به شرطی که دستش پوشیده باشه، از آب پوشیده باشه. یعنی اگر یک گودالی باشه که این گودال چقدر آب داره، بگیم 100 گرم، 5 گرم، 50 گرم، دست بکنه توی اون گودال کوچک، چون این گودال وصل به آب چشمه میاد و میره بیرون، این نتیلا قبوله و انسان این لازم نیست که زرد باشه، همین خودش نشه فرو بکنه، این خودش کافیه. و همینطور هم حتی گلدار هم نباشه، یک دست بکنه جایی که آب رد میشه، دست بکنه باشه دستش دو دستش پوشیده بشه، از آب پوشیده باشه، کافیه دیگه. این نتیلا قبوله و برخان میگه. حالا یه عقیده چه برخان میگه؟ آل تبیلت داریم، ولی عقیده مران البشرام که بعد گفت آل نتیلت داریم. حتی در صورتی که انسان در چیز فرو میگه در آب چشمه، این برخانی آل نتیلت داریم. موضوع دیگه هم هست که این اگر باران آمده باشه، باران و این در یک گودالی جمع شده باشه، اگر 40 ساعت در تقریبا 350 لیتر در این آب جمع شده باشه و آبش اونجا سوراخ نباشه، آبش راکت باشه، انسان میتونه بره اونجا تیبلا بکنه، قبوله. همینطور برای نتیلا دست بکنه، قبوله. ولی اگر کمتر از 40 ساعت باشه، این در اختلاف عقیده است، آیا این نتیلا قبوله یا قبول نیست. برای نتیلا بگیره ولی برخه نگیر. ولی اگر ما یک آب لوله را گرفته باشیم و این را بکشیم روی زمین، روی سمنت، روی سنگ، هرچی باشه، دست کم 30 سانتیمتر روی زمین کشیده باشه و بیفته روی گودال، حتی اگر در این گودال 320-350 لیتر آب، یعنی 40 ساعت آب نباشه، انسان می دست شد داخل این بکنه و نتیلا بگیره و برخان بگیره. یعنی این برخای تبیلا وقتی که آب جمع شده باشه، از چه آبی جمع شده باشه؟ آبی که باران آمده روی زمین کشیده شده اون توی گودال، در جلال دمید که 40 ساعت باشه، حتی کمتر از 40 ساعت باشه، این انسان میتونه نتیلا بگیره و برخان بگیره. بنابراین ما خیلی وقت هست میرن مردم میره گردش یا جایی تو اونجا میره که آب جمع شده، یک گودالی هست، خب این آب از کجا جمع شده؟ اگر میدونه که این باران اومده و
باران، آب باران که شده شده اومده روی داخل این گودال شده، دستش میتونه در این آب فرو بکنه و لازم نیست که با زهر بتونه بگیره. اگر زهر باشه چه بهتر، اگر زهر باشه و این آب باران که در اونجا جمع شده 40 سال نباشه و این آب زمین کشته نباشه، در این صورت باید این زهر باشه. اگر زهر نیست بتونه میگیره ولی بدون براخان. نعم.